جهانی کارگر اول ماه می در شرایطی در ایران فرارسیده که شرایط وخیم معیشتی مانند دستمزدهای های سه برابر زیر خط فقر پرداخت نشدن به موقع دستمزدها ها نبود امنیت شغلی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانواده ها ده ها میلیون تن از کارگران و خانواده های آنان را تحت فشار قرار داده است به باور اکثریت مردم روز جهانی کار در حالی فرارسیده که قالب کارکنان و حقوق بگیران در ایران با فشارهای شدید معیشتی روبرو هستند و اعتراضات سنفی آنها نیز با شدت از سوی حکومت سرکوب می شود. فعالان کارگری معتقدند سولت مرتزبی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در عمل زندگی و حقوق کارگران را نابود کرده و آنها را به فلاکت کشانده است. همزمان با اول ماه می برابر با روز جهانی کار رسانه های داخلی به مشکلات کارکنان از جمله کارگران پرداخته و مواردی چون قراردادهای موقت و تحمیل رقم ناچیز به عنوان رقم حداقل دستمزد از سوی دولت که سبب ضایع شدن حقوق کارگران می شود را مورد بررسی قرار دادند روزنامه هممیهن در شماره امروز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1403 در گزارشی قراردادهای موقت کارگران در ایران و اخراج گروهی کارگران از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در سال گذشته را زیر بین قرار داده و تاکید کرده که قراردادهای موقت بزرگترین دلیل ناامنی شغلی کارگران است. در این گزارش آمده که اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی تعدیل نیروهای شهرداری سقز، اخراج 170 کارگر از کارخانه فوروآلیاژ ازنا، اخراج 60 کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و تربار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اسفهان تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یک سال گذشته است که رسانه ای شده است. قراردادهای موقت از جمله دلایلی بود که راه اخراج آنها را آسان تر می کرد. همیهن به وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت نیز پرداخته و نوشته 23 نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اخیرا تعدیل شدند. آنها قرارداد با بندهای ناعادلانه را نپذیرفتند و در نتیجه تعدیل شدند. کارگرانی که حداقل سابقه کار آنها 6 سال است و نیروهای با سابقه کار 20 سال که به عنوان نیروی ماهر شناخته میشوند هم بین آنها حضور دارند. تعدیل عنوانی است که طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی به جای اخراج به کار برده می شود اما با این توجیه که اقدام یا عمل کردنی روی کار سبب اخراج اون نشده بلکه کارفرما به دلایل یا توجیهاتی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد یا خاموشی موقت خط تولید یا تعطیلی بخشی از فعالیت های کسب و کار نیروی کار را اخراج می‌کند. همیهن در ادامه مینویسد قراردادهای موقت کارگری به دلیل ناامنی شغلی و امکان تخلف از سوی پیمانکاران و کارفرماها مورد انتقاد قرار داشته است. اتفاقی که از سال 1369 و به واسطه تصویب ماده ی هفت قانون کار رخ داد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. از نمونه های دیگر اقدامات دولت علیه کارگران می توان به روند ناعادلانه و غیرقانونی تعیین رقم حداقل دستمزد برای امسال اشاره کرد. در جریان مذاکراتی که در زمستان گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد 1403 در جریان بود، دولت با تحمیل افزایش 35 درصدی به دستمزد سال جدید کارگران سبب شد این اخشار همچنان در قعر خط فقر باقی بمانند. شورای عالی کار وابسته به وزارت کار هر ساله در کمیته متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با عنوان کمیته دستمزد رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را تعیین و تصویب می کند. رقم حداقل دستمزد معیار پرداخت حقوق کارگران بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است در حالی که نمایندگان کارگری حاضر در کمیته دستمزد اصرار داشتند که رقم حداقل دستمزد دست کم باید به رقم 15 میلیون تومان افزایش پیدا کند دولت با اعمال نفوذ و به صورت خودسرانه رقم افزایش دستمزد امسال را تنها 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. با نظر دولت رقم پای حقوق فقط 7 میلیون و و تومان تعیین شده و در صورتی که یک نیروی کار همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق تعهل و حق اولاد را دریافت کند در نهایت دستمزد او به حدود 11 میلیون میرسد این در حالی است که رقم خط فقر برای یک خانواده چهار نفر سی میلیون تومان برآورد شده و در این شرایط حتی اگر یک زوج با هم کار کنند باز هم زیر خط فقر قرار دارند و نمی توانند هزینه های ضروری زندگی را تعمین کنند علیرضا خیراللهی پژوهشگر حوزه روابط کار معتقد است سولت مرتزوی بدترین وزیر کار دولت های مختلف جمهوری اسلامی است و کارگران را نابود کرده است. این پژوهشگر حوزه روابط کار گفته مدیران وزارتخانه خیال می کنند تعیین دستمزد یک چیزی مثل تعیین تعرفه گمرکی است و می توانند حرف آخر را بزنند ابتدا باید یک کلاس مقدماتی اصول حقوق کار برای وزیر کار برگزار کنیم تا ابتداییات را بداند و توجیه شود در رابطه با روز جهانی کار اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گذشت نزدیک به دو سال از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و سرکوب میدانی آن نوشت زنان و توده های ستم مردم ایران با در هم شکستن الگوهای حکومتی تفکر و زندگی دو قطبی سازش ناپذیری را در سپهر سیاسی کشور خلق و آن را نهادینه کردند. این بیانیه میافزاید در یک طرف این دو قطب حکومت جمهوری اسلامی با تمام دم و دستگاه سرکوب و ماهیت ضد انسانی ایستاده و در سوی دیگر زنان و اکثریت توده های مردم آزادیخواه و برابری طلب سفارایی کردند که بنیانهای ایدولوژیک و هستی حکومت را نفی و زیست فکری عقیدتی و اجتماعی فرهنگی خود را آشکارا و در ابعاد میلیونی آنگونه که خود میخواهند به منصه ظهور رساندند این تشکل کارگری تاکید کرد که حاکمیت به رقم هر درجه از سرکوب وحشیانه جنبش آزادی خواهی زنان و دیگر جنبش های اجتماعی قادر نشده است اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور را به قبل از شهریور 1401 و سرآغاز خیزش و انقلابی زن زندگی آزادی بازگرداند به اعتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران در این شرایط جمهوری اسلامی تلاش دارد با ماجراجوی های نظامی منطقی و وحشت آفرینی داخلی از طریق صدور و اجرای احکام ضد انسانی اعدام و تعرض ددمنشانه به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری موقعیت در حال احتظار خود را حفظ و صدی در برابر خیزش های محتمل و بنیانکر مردمی ایجاد کند. این تشکل در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط فعالان سنفی و مدنی در بند و زندانیان سیاسی و عقیدتی شد و ضمن تاکید بر تحقق مطالبات کارگران و مزد بگیران ایران هر گونه جنگ در منطقه و کشتار غیر نظامیان و زنان و کودکان فلسطینی و اسرائیلی را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده که تنها یک انقلاب اجتماعی، سیاسی و مردمی و شکل دهی به حکومتی سکولار و دموکراتیک و مبتنی بر آزادی و برابری و نفی استثمار می برای همیشه به شرایط ضد انسانی موجود در کشور و بحران و جنگ افروزی و انسانکشی در منطقه خابر میانه نقطه پایانی بگذارد. کانال تلگرام منشور آزادی رفاه برابری هم در بیانیه ای با اشاره به شرایط سیاسی اقتصادی جامعه ایران در بیش از یک سده اخیر وضعیت کارگران و جنبش زن زندگی آزادی در ایران نوشت جنبش کارگری نه تنها باید در مقاومت کنونی زنان به ویژه دختران شجاع در برابر سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی فعالانه شرکت کند بلکه باید پرچم این جنبش را به دست گیرد و با سازمانیابی شورایی از موضع ضد سرمایهداری با استبداد دینی حاکم مبارزه کند و خواستهای مردم یعنی آزادی، رفاه و برابری را محقق سازد. در همین حال مرکز آمار مجموع فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد دست کم 1680 کارگر در دوازده ماه گذشته از 11 اردیبهشت 1402 تا 8 اردیبهشت سال جاری بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند بر اساس این گزارش حداقل 8199 کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند مرکز آمار مجموع فعالان حقوق بشر افزود تجمعات کارگری و سنفی در یک سال گذشته با افزایش قابل توجه همراه بوده و 428 تجمع کارگری و 1448 تجمع سنفی در این مدت گزارش شده است. این آمار در مقایسه با سال پیش از آن نشان می دهد تجمعات کارگری 90 درصد و تجمعات سنفی بیش از 100 درصد رشد داشتند. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سهشنبه 11 اردیبهشت در کمیته روابط بین الملل و دفاع مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد بریتانیا نباید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه های تروریستی اضافه کند زیرا این امر باعث پایان دادن به روابط دیپلماتیک با ایران خواهد شد به حفظ روابط سیاسی با جمهوری اسلامی را ضروری خواند وزیر خارجه بریتانیا عنوان کرد ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل تحریم کرده ایم و وقتی از پلیس و سازمان های اطلاعاتی و سایرین میپرسم آیا این اقدام اضافی تروریستی خواندن سپاه پاسداران ضرورت دارد؟ پاسخ منفی است. وی با بیان اینکه تروریستی خواندن سپاه به روابط دیپلماتیک لندن با تهران پایان می‌دهد گفت: ما می این سطح گفتگو را حفظ کنیم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران نه تنها روی کرد ما را تقویت نمی کند بلکه از بسیاری از جهات آن را تضعیف می کند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین استدلال کرده است که در مواقع بحران به ویژه در ارتباط با نبردهای اسرائیل و غزه مهم این است که او بتواند تلفن را بردارد و با حسین امیر وزیر امور خارجه ایران صحبت کند او همچنین تاکید کرد وقتی نوبت به کاهش تشدید درگیری ها می رسد وقتی صحبت از پیام های مستقیم به ایرانی ها می شود به سراحت می گویم من خودم می خواهم این گفتگو را داشته باشم و نمی خواهم به همتای فرانسوی هم زنگ بزنم و بگویم آیا می توانی این پیام ما را به ایرانی ها برسانی؟ وزیر خارجه بریتانیا خاطر نشان کرد قطع رابطه دیپلماتیک با ایران به نفع بریتانیا نیست زیرا روی کرده این کشور را تقویت نمی کند و از بسیاری جهات آن را حتی تضعیف می کند. کمرون ضمن اشاره به فهرست نسبتا کوتاه کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و بحرین که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند گفت بعضی وقتها کشورهایی را میبینم که با ایران روابط دیپلماتیک ندارند و به ایرانی ها پیام میدهند و ایرانی ها گاهی از من میپرسند و میگویند شما چه فکر میکنید و منظورشان چه بوده است؟ من میخواهم این گفتگوی مستقیم را داشته باشم. نمایندگان مجلس عوام و اعیان بریتانیا مدت هاست دولت این کشور را برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی زیر فشار قرار دادند اما مقامات دولت میگویند ضروری نیست بیش از 100 نماینده مجلس بریتانیا اواسط بهمن ماه 1402 از ریشی سوناک نخست وزیر این کشور خواستند تا در مقابل جنگ طلبی رژیم جمهوری اسلامی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی اقدام متناسب انجام دهد این نمایندگان به نخست وزیر محافظه کار بریتانیا هشدار دادند ما در قبال رژیم ایران به یک استراتژی جدید نیاز داریم. نمایندگان در بیانیهی هشدار دادند در میان درگیری های روبه افزایش در خاور میان رژیم تهران سر مار است و از سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم و جلوگیری از صلح استفاده می کند. دولت بریتانیا بر این باور است که تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تهدید علیه بریتانیا را افزایش می دهد و نه تنها هیچ نیروی مؤثری بر توان این کشور برای مقابله با سپاه اضافه نمی کند بلکه به دیگر اقدامات بریتانیا، اروپا، ایالات مت و سایر متحدان علیه تهدیدات رژیم ایران آسیب میرساند صحبت های وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور یک هفته پس از آن مطرح شده که نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز ششم اردیبهشت در قطنامه خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی شدند. صحبت های وزیر خارجه بریتانیا در حالی بیان شده که پس از حمله موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقش سپاه در افزایش تنش‌های خاورمیانه میانه. از جمله کمک این نهاد به های یمن، درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در بسیاری از کشورها مطرح شد. روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی میگوید. ابراهیم رئیسی کارگروه تخصصی برای طراحی و ساخت هواپیمای جت 100 نفره تشکیل داده است. به روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت توضیح داد مسئولانی از وزارت دفاع، سمت، راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی و ایرلاین های معتبر در این جلسات شرکت کردند و پیش قراردادهای 10 تا دوازده جت هم بسته شده است. بیش از دو دهه است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه رؤسای دولت وعده طراحی و ساخت هواپیماهای مسافر بری می‌دهند اما تاکنون عملی نشده است حالا رئیسی دستور ساختن جد داده است محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی هجدهم مهر ماه سال 1401 وعده داده بود نخستین هواپیمایی ساخت داخل تا سه سال آینده وارد چرخه پروازی می شود. ابراهیم رئیسی شهریور 1401 پس از بازدید از کارخانه هواپیما سازی حسا وابسته به وزارت دفاع در اسفهان قول ساخت هواپیمایی 72 نفره مسافربری را داد. همان مقطع ادعا شده بود که قرار است 8 فروند هواپیمای 72 نفره تا زمان سفر بعدی هیئت دولت به اسفهان ساخته شود. بزرگترین کارخانه های هواپیماسازی دنیا از جمله بوینگ و ایرباس که با سرمایه گذاری های کلان و برنامه ریزی های بلند مدت به همراه شرکای خود در سراسر دنیا فعالیت می کنند تمین کننده قوی ترین های هواپیمایی منطقه از جمله امارات، قطر و ترکیه هستند. اما ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی به دلیل تحریم های المللی فرسوده است و دهها فروند هواپیما به علت تأمین قطعات ضروری زمینگیر شدند. این در شرایطی است که برخی مقامات حکومتی مدعی خودکفایی ایران در ساخت قطعات هواپیمایی مسافربری هستند. در آستانه فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه که در تقویم رسمی ایران به نام روز معلم نامگذاری شده موج جدیدی از فشار نهادهای امنیتی و سرکوب تجمعات سنفی معلمان آغاز شده است بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل تا پیش از آغاز سال جدید و با وجود کاهش اعتراضات سنفی معلمان، فشار بر این قش بیش از پیش افزایش یافته بود و احضار، بازداشت، اخراج و احکام سنگین اداری تنها روی رویکرد حاکمیت در برابر معلمان بود. با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و آغاز به کار واحدهای آموزشی، بار دیگر تجمعات اعتراضی در سراسر کشور شکل گرفت. فعالان سنفی معلمان از ابتدا مطالبات خود را بدون هواشی سیاسی درخواست می‌کردند با این حال نهادهای امنیتی بار دیگر بدون توجه به درخواست معلمان تنها به سرکوب اعتراضات و برخورد با فعالان روی میآوردند و آن را یک اقدام سیاسی از سوی دشمنان نامیدند آزادی بی و شرط معلمان دربند، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، رسمی شدن نیروهای استخدام موقت و بهبود معیشت نیروهای خدماتی بخشی از مطالبات فعالان سنفی فرهنگی به شمار می‌رود. اما در مقابل اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و آشوب و اختشاش، پاسخ مطالبات معلمان و فرهنگیان از سوی نهادهای قضایی و امنیتی عنوان شده است. کارشناسان و آگاهان امر عقیده دارند که راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباطات اینترنتی با جهان پیرامون و همه اقدامات مداخله دیگری که با نام مهندسی فرهنگی از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت میگیرد تنها نشان از ترس اقتدارگرایان از آگاهی مردم دارد به گفته تحلیلگران یورش سیاسی و ایدئولوژیک حکمرانان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فضای آموزشی کشور را با دور جدیدی از تنش و بحران روبرو ساخته که این بحران می تواند به علم، آموزش و اندیشه در کشور و نسل جوان و نخبگان علمی و فرهنگیان لطمه فراوانی بزند. اما اعتراض تشکل‌های سنفی معلمان و برخی از فعالان سیاسی و مدنی، به همین جا محدود نمی شود و آنها ضمن اعتراض به وضعیت فرهنگی حاضر در جامعه خواستار آزادی بلاشرط معلمان بازداشت شده در حوادث پس از اعتراضات سراسری در ایران پس از قتل حکومتی مهسا امینی شدند بر اساس آمار شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان از شهریور 1401 تا امروز بیش از 200 معلم در سراسر ایران زندانی یا با احکام زندان روبرو هستند بیش از 700 معلم اخراج یا تهدید شدند 20 هزار مدیر مدرسه با هدف ایجاد تحول در مدارس بر کنار و جایگزین شدند و دست کم 250 معلم از رتبه‌بندی سنفی حذف شدند با وجود آنکه در سالهای اخیر وضعیت اجتماعی و معیشتی معلمان و فرهنگیان روز به روز سخت‌تر می‌شود اما آنچه که از سرکوب اعتراضات فعالان فرهنگی برمی‌آید این است که روند اعتراضی روز به روز در سراسر کشور گسترده‌تر خواهد شد و دامنه آن از قشر معلمان فراتر خواهد رفت و حاکمیت نیز چاره‌ای جز پاسخگویی به این مطالبات برحق نخواهد داشت تجریه نیوزویک در تحلیلی به تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل پرداخته و می نویسد حوسی ها آماده ای ایفای نقش در جنگ کامل احتمالی میان ایران و اسرائیل هستند این نشریه می نویسد یکی از مقامات ارشد جنبش یمن که قبلا درگیر رویارویی مستقیم با اسرائیل و نیروهای ایالات متحده بوده به نیوزویک گفته است که این گروه متحد است در صورتی که درگیری های جاری پیرامون غزه گسترش پیدا کند به کمک اعتلاف همسو با رژیم جمهوری اسلامی بیاید ناصر دین آمر معاون دبیر اطلاع رسانی انصار الله که به حوسی ها نیز معروف است به نیوزویک گفته است در مورد دفاع ما از خود منطقه و کسانی که با آنها اطلاف مانند محور مقاومت داریم هرگز در مقابل هیچ تجاوز خارجی و غربی بی تفاوت نمی مانیم او گفته که انصار الله نمی تواند در برابر تجاوز کشورهای خارجی کشورهای اسلامی بی تفاوت باشد. نیوزویک می نویسد دیگر گروه های محور مقاومت مانند حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی در عراق نیز از زمان آغاز درگیری ها در غزه که از حدود هفت ماه پیش آغاز شده وارد میدان شدند با این حال پس از آن که اسرائیل یک حمله هوایی مرگبار به ساختمان وابسته به سفارت جمهوری اسلامی در سوریه انجام داد که منجر به کشته شدن چند پرسنل نظامی و همینطور واکنش رژیم جمهوری اسلامی از طریق موشک و پهپاد به خاک اسرائیل شد تنش ها به طور قابل توجهی افزایش یافته انصار الله در کنار دیگر جناح های محور مقاومت در لبنان عراق و سوریه به این جنگ تاریخی پیوست ناصرالدین آمر تاکید می کند که در صورت وقوع یک تنش همه جانبه که شامل دفاع از متحدان محور مقاومت شود این گروه نقش رهبری را بر عهده خواهد گرفت آمر گفته حتی اگر یکی از کشورهایی باشد که ما با آن مخالفیم هرگز در صورت تجاوز به کشور اسلامی آن را تنها نخواهیم گذاشت بنابراین در مورد کسانی که با آنها ائتلاف داریم مانند جمهوری اسلامی و یا سایر احزاب محور جهاد و مقاومت قطعا با قدرت و قاطعیت در کنار آنها خواهیم ایستاد و این موضوع اساسا از آموزه های قرآن است نیوزویک می نویسد این اظهارات در حالی بیان می شود که انصر به حملات بی سابقه دریایی خود علیه کشتی های عمدتا تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین حملات موشکی و پهبادی دوربرد علیه اسرائیل ادامه میدهد. این گروه در حال حاضر با حملات هوایی مکرر ایالات متحده و بریتانیا مواجه است. با این همه انصار الله تاکید کرده تا زمانی که اسرائیل تهاجم خود به غزه را متوقف نکند کارزار آنان نیز پایان نخواهد یافت یحیی سری سخنگوی ارتش انصار الله یمن در آخرین عملیات اعلام شده این گروه روز دوشنبه مدعی شد که به دو ناو جنگی امریکایی حمله کردند در پاسخ فرماندهی مرکزی امریکا در بیانیه گفته است که تروریست های حوسی مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی سه موشک بالستیک ضد کشتی و سه پهپاد از یمن به دریای سرخ شلیک کردند. <applause>